دوستان عزیزم سلام، به صفحه قلمدان خیلی خوش اومدین. امیر حسینم با یه نقد و بررسی دیگه، قسمت دوم بررسی قلم زیبای واترمن مدل چارلستون، نوک طلای سایز میدیوم. خب روی قسمت اول براتون مفصل صحبت کردم راجع به خود قلم و بدنه قلم و غیره. این جلسه میخوام فقط براتون راجع به سر قلمش صحبت کنم و تست نوشتارش و خلاصه نتیجه گیری نهایی که ببینیم که حرف حساب اون چی هست. سرقلم چارلستون هم مثل بقیه سرقلم های واترمن میدیومش میدیوم کمابیش پهنویسی هست و عرضم به خدمت شما که تجربه من از چارلستونی که دارم هم این متفاوت با تجربه من از بقیه واترمن ها نبود، به معنی این که این قلم بازخورد کمی داره اما در شروع و در استفاده، در واقع در استفاده اول وقتی نو هست یه مقدار اذیت میکنه، یه کمی هارد استارت داره، گاهی وقتا قطع وصلی داره و یه مقداری قلم سرقلم اذیت میکرد. واقعیت مثل متاسفانه باید بگم اغلب قلم های واترمن، البته قلم با قلم فرق میکنه، بالاخره شانس آدم هم دخیله، ولی خب تجربه من حداقل به این شکلی بوده که عرض کردم. خب من میخوام که این قلم زیبا رو براتون با جوهر زیبای کاوکوی بلو، کاوکوی آبی براتون جوهر بکنم. حالا چرا از اعتدال استفاده نکردم؟ به خاطر اینکه بلافاصله بعد از این ویدیو میخوام همین جوهر رو براتون ریویو بکنم، بررسی بکنم و دیگه از همین قلم چارلستون استفاده بکنم برای تست نوشتارش، یه خورده اینطوری در وقتمون صرفه‌جویی بشه. عرض به خدمت شما که این جوهر حتما نقد و بررسیش رو ببینید. جوهر در واقع یکی از جوهرهای خیلی خیلی مورد علاقه من این کاوکوی رویال بلو هست و حالا به این بهانه این جوهر رو هم با هم دیگه میبینیم. خیلی جوهر زیبا و خوش رنگیه و خوش ساختیه با فرمولاسیون بسیار خوب. حالا روی نقد و بررسیش براتون مفصل صحبت میکنم. شیشه 50 سی سی، بریم جوهر کنیم بیایم. خب بذارید با هم دیگه جوهر بکنیم. عرضم به خدمت شما که تقریبا سه دفعه باید پروخالی بکنید تا حسابی این بار دوم، تا حسابی این چیزتون چی بهش میگن، این ای بابا دستم رو کثیف کردم، زغالتون آغشته به جوهر بشه و پر بشه. منم که خب میدونید دیگه، قبلا براتون گفتم هیچ وقت قلمامو کامل در واقع پمپ و پر نمی کنم، به خاطر اینکه اغلب این جوهرها رو عوض میکنم و دلم نمیخواد که جوهر رو دور بریزم، مخصوصا رو جوهرهایی که دوستشون دارم، خیلی مثل همین کاوکوی رویال بلوی بسیار زیبا و خوش ساخت باید بگم. بسیار عالی. گفتیم سرقلم این قلم از طلای 18 هستش و سایز نوشتارش هم یک میدیومه و میدیومش هم گفتیم میدیوم دست و دل بازیه. بریم یه ذره بنویسیم ببینیم حرف حسابش چیه. خب اما چی داریم اینجا؟ قلم زیبایی. راستی کاغذ من کاغذ 90 گرمی جنس خوبه و رنگش هم یک رنگ نه خیلی یخچالیه، سفید یخچالیه و نه کرم رنگه، یه رنگ در واقع سفید نرمال و خوب و متعادلیه که اینطوری رنگ جوهر هم بهتر خودش رو نشون میده. خب گفتیم قلم زیبایه واترمن، مدل چارلستون. عرضم به خدمت شما که سر قلمش هم طلای 18 هست. یه خورده الان جوهر سخت پای میاد، الان خیلی جوهر واقعیش نیست، حالا نمیدونم شاید چون خیلی وقت بود استفاده نکردم اینطوریه. آها بذاریم برم سر سامونش بدم بیام. آها خب الان بهتر شد. ببینیم واترمن، آره الان درست شد، الان درست شد و بهتر. خب خیلی وقت بود استفاده نکردم، طبیعی هم هستش دیگه. چارلستون و البته اینکه نقش کاغذ هم هست، شما در نظر بگیرید هرچی کاغذتون سطحش صافتر نباشه، در واقع الیافش یه مقدار کامپکت‌ترن و
در واقع یه مقداری کمتر با جوهر ستون جوهر بین توی فاق قلم شما تماس پیدا میکنن و در نتیجه اون خاصیت موینگی یه خورده کمتر میشه، حضور جوهر رو کاغذ یه خورده کمتر میشه، به زبان ساده کمتر جوهر رو میکشه به سمت خودش کاغذ و یه مقدار قلم تو خشکتر مینویسه. این طبیعیه. گفتیم که نوکمونم یک نوک میدیومه و میدیوم دلچسبی. البته بهتون بگم که این سرقلم یه مقداری اذیت میکرد و یکم قطع و وصل داشت، هارد استارت داشت، گاهی وقتا قطع و وصلی داشت اینها، ولی خب من یه خورده روش کار کردم و این مشکل رو برطرف کردم. بعد از اینکه مشکل برطرف شد خیلی دلچسب شد. نمونه نوشتار قلم زیبای موتور من چارلستون سرقلم طلای 18 سایز میدیوم گفتیم. با این جوهر میدیومش میدیوم جمعه جور که بهتون بگم یه میدیوم واقعیه، چون این جوهر جوهریه که یه مقداری سرقلم رو جمعه جور میکنه. جوهر گفتیم که کاوکوی زیبای رویال بلو هست، اسمش هم بنویسیم. گفتیم که جوهرمون هم هست کاوکو رویال بلو، درست شد؟ بسیار عالی. خب بریم این کاغذمون رو بیاریم، کاغذ چیزمون سرقلممون رو، یه نتیجه گیری بکنیم ببینیم که چیکار باید بکنیم. خب گفتیم که نرمی و کم بازخورد بودن. آره این قلم جزء سرقلم های خیلی کم بازخورد، مثل اغلب قلم های من خیلی نزدیک به نرم کره‌ای میزنمش. اگر اسمشو نرم کره‌ای نذارم واقعا نزدیک به نرم کره‌ایه و بسیار نوک میدیومش میدیوم کم بازخوردیه، اینطوری براتون بگم. اما یه مقدار مشکل دار، چون من نقد و بررسی که میکنم و الان نتیجه گیری میکنم بر اساس، حالا یکی از دوستان میگفت آقا تو نوکا رو مثلا خودت اصلاح میکنی بعد میای نتیجه گیری میکنی، من بارها تو ویدیوام گفتم نتیجه گیری که میکنم در واقع اظهار نظری که میکنم بر اساس اون حالت اول قلمه، موقعی که نو از تو جعبه در میارین من چیز میکنم اینجا نظر میدم و در نهایت نمره دهی و در واقع معدل گیری هم که میکنیم بر اون اساسه، نه بعد از اصلاحاتی که من روش انجام میدم. گفتم اینم دوباره تاکید کرده باشم. خب سرقلممون گفتیم یک سرقلمه که نور خشک ناخونیه، مثل اغلب قلم های واترمن و قطعا شما لاین وریشن یا به عبارتی انعطاف پذیری از این سرقلم نمیتونید بگیرید. دقت سرقلم دقت عادیه، واقعا دقت چیز خارق العاده ای نیست و چیز بدی هم نیست. دقت این سرقلم برای من خوب است. خیلی هم خوب. خب آیا سبک می نویسه یا نه؟ ببینید واقعیت بهتون میگم الان که من اصلاحش کردم آره سبک هست. نگاه کنیم با وزن خودش بیشتر از 50% خطهایی که من رو کاغذ میکشم و میکشه، اما موقعی که در واقع نو بود و من قبل از اینکه استاتی روش انجام بدم خیلی قلم سبکی نبود و من اینجا با فشار رو علامت میزنم. جریان جوهرش هم جریان جوهر متوسطی من میدونم. ریورس رایتینگش هم نه، مینویسه یه چیزایی براتون ولی با بدبختی دیگه، ولش کن میتونید، من خوشم نمیاد از این کار. بسیار عالی، بریم نتیجه گیری بکنیم و دیگه این قسمت رو هم ببندیم. خب کیفیت و تجربه نوشتار سرقلم، تکرار میکنم که به حالت اصلی قلم و نو بودن قلم باید نمره بدیم و در نتیجه تقریبا ما بتونیم بهش یک 17.5 از 20 بدیم. به هر حال آها قیمت رو یادم رفت. ببینید توی این لحظه‌ای که داریم ما هم صحبت میکنیم، من گفتم توی در واقع ویدیوها تأکید بکنم که قیمت ها رو من بر اساس قیمت جهانی می‌نویسم، در نظر بگیرید با توجه به افزایش قیمت سوخت در کل دنیا، قیمت برق، قیمت گاز در کل دنیا افزایش پیدا کرده، تمام قیمت همه اقلام افزایش پیدا کرده. امروزی که من دارم با شما صحبت می‌کنم که در ماه جون یا خرداد ماهیم، خرداد ماه سال 1401 هستیم، قیمت این جهانی این قلم اینقدره. گفتم اینم بگم که مثلا بعدن
قیمت ها افزایش پیدا خواهد کرد حتما مثل همه جای دنیا. بسیار خوب، کیفیت و جنس بدنه، کیفیت و جنس بدنه من گفتم که به نظر من البته 280 یورو قیمت کمی نیست، ولی به هر حال واترمن نوکتلا داریم میخریم و کیفیت و جنس بدنه رو من به نظرم یه 8.5 از 10 سزاوارش هست. طراحی و توجه به جزئیات، من طراحیشو دوست داشتم، به غیر از اشکال این پیچای سرقلم اشکال دیگه ای نتونستم ازش بگیرم و نسبت کلی هم که 8.5 از 10 به نظرم خوبه. بذار برم حساب کنم بیام. خب رفتم حساب کتابو کردم و معدل نهاییش شد 8.7 روی 10 که فکر میکنم کما بیش معدل خوبی برای این قلم باشه. امیدوارم خوشتون اومده باشه. 10 دقیقه رو رد کردیم، من سریع باهاتون خداحافظی میکنم. لذت نوشتن با یک قلم خوب رو به خودتون عزیزانتون هدیه کنید. مراقب خودتون و دور و بریاتون هم باشین. تا ویدیوی بعدی خداحافظ همگی.